فصل سوم، آتش خاموش، آغاز یک فاجعه. سقوط نهاوند در سال 21 هجری، 14 قرن تاریخ پرحادثه و باشکوه ایران باستان را که از 7 قرن قبل از میلاد تا 7 قرن بعد از آن کشیده بود، پایان بخشید. این حادثه فقط سقوط دولتی با عظمت نبود، سقوط دستگاهی فاسد و تباه بود. زیرا در پایان کار ساسانیان از پریشانی و بی‌سرانجامی در همه کارها فساد و تباهی راه داشت. جور و استبداد خسروان آسایش و امنیت مردم را عرضه خطر می‌کرد و کژخویی و سست‌رایی موبدان اختلاف دینی را می‌افزود. از یک سو سخنان مانی و مزدک در عقاید عامه خلل می انداخت و از دیگر سوی نفوذ دین ترسایان در غرب و پیشرفت آیین بودا در شرق قدرت آیین زرتشت را می کاست. روحانیان نیز چنان در اوهام و تقالید کهن فرو رفته بودند که جز پروای آتشگاه ها و عوائد و فواید آن را نمی داشتند و از عهده دفاع از آیین خیش هم بر نمی آمدند. وحدت دینی در این روزگار تزلزلی تمام یافته بود و از فسادی که در اخلاق موبدان بود، هوشمندان قوم از آیین زرتشت سرخورده بودند و آیین تازه‌ای می جستند که جنبه اخلاقی و روحانی آن از دین زرتشت قوی تر باشد و رسم و آیین طبقاتی کهن را نیز در هم فرو ریزد. نفوذی که آیین ترسا در این ایام در ایران یافته بود از همینجا بود. عبث نیست که روز به ابن مرزبان یا چنان که بعدها خوانده شد سلمان فارسی آیین ترسا گزید و باز خرسندی نیافت. ناچار در پی دینی تازه در شام و حجاز می رفت. باری از این روی بود که در این ایام زمینه افکار از هر جهت برای پذیرفتن دینی تازه آماده بود و دولت نیز که از آغاز عهد ساسانیان با دین توأم گشته بود، دیگر از ضعف و سستی نمی توانست در برابر هیچ حمله‌ای تاب بیاورد. و بدین گونه دستگاه دین و دولت با آن هرج و مرج خونالود و آن جور و بیداد شگفت‌انگیز که در پایان عهد ساسانیان وجود داشت، دیگر چنان از هم گسیخته بود که هیچ امکان دوام و بقا نداشت. دستگاهی پریشان و کاری تباه بود که نیروی همت و ایمان ناچیزترین و کم‌مایه‌ترین قومی می‌توانست آن را از هم بپاشد و یکسره نابود و تباه کند. بوزنطیه یا چنان که امروز میگویند بیزانس که دشمن چندین ساله ایران بود، نیز از بس خود در آن روزها گرفتاری داشت، نتوانست این فرصت را به غنیمت گیرد و عرب که تا آن روزها هرگز خیال حمله به ایران را نیز در سر نمی پرورد، جرأت این اقدام را یافت. بدین ترتیب کاری که دولت بزرگ روم با آیین قدیم ترسایی نتوانست در ایران از پیش ببرد، دولت خلیفه عرب با آیین نورسیده اسلام از پیش برد و جایی خالی را که آیین ترسایی نتوانسته بود پر کند، آیین مسلمانی پر کرد. بدین گونه بود که اسلام بر مجوس پیروزی یافت. اما این حادثه هرچند در ظاهر خلاف آمد عادت بود، در معنی ضرورت داشت و اجتناب ناپذیر می نمود. سالها بود که خطر سقوط و فنا در کنار مرزها و پشت دروازه های دولت ساسانی می غرید. مردم که از جور فرمانروایان و فساد روحانیان به سطوح بودند، آیین تازه را نویدی و بشارتی یافتند و از این رو بسا که به پیشواز آن می شتافتند. چنان که در کنار فرات یک جا گروهی از دهقانان پل ساختند تا سپاه ابو عبیده به خاک ایران بتازد و شهر شوشتر را یکی از بزرگان شهر به خیانت تسلیم عرب کرد و هرمزان حاکم آن و
بر سر این خیانت به اسارت رفت. در ولایاتی مانند ری و قومس و اصفهان و جرجان و تبرستان مردم جزیه را میپذیرفتند، اما به جنگ آهنگ نداشتند و سببش آن بود که از بس دولت ساسانیان دچار بیدادی و پریشانی بود، کس به دفاع از آن علاقه‌ای و رغبتی نداشت. از جمله آوردند که مرزبان اصفهان فازوس با نام مردی بود با غیرت، چون دید که مردم را به جنگ عرب رغبت نیست و او را تنها می‌گذارند، اصفهان را بگذاشت و با 30 تن از تیراندازان خیش راه کرمان پیش گرفت تا به یزدگرد شهریار بپیوندند. اما تازیان در پی او رفتند و بازش آوردند و سرانجام صلح افتاد بر آنکه جزیه بپردازند و چون فازوسبان به اصفهان باز آمد مردم را سرزنش کرد که مرا تنها گذاشتید و به یاری بر نخواستید، سزای شما همین است که جزیه به عربان بدهید. حتی از سواران بعضی به طیب خاطر مسلمانی را پذیرفتند و به بنی تمیم پیوستند، چنان که سیاه اسواری با عده‌ای از یارانش که همه از بزرگان سپاه یزدگرد بودند، چون کر و فر تازیان بدیدند و از یزدگرد نومید شدند، به آیین مسلمانی گرویدند و حتی در بسط و نشر اسلام نیز اهتمام کردند. همین نومیدی‌ها و ناخرسندی‌ها بود که عربان را در جنگ ساسانیان پیروزی داد و با سقوط نهاوند عظمت و جلال خاندان کسرا را یک سره در هم ریخت. این پیروزی که اعراب در نهاوند به دست آوردند امکان هر گونه مقاومت جدی و مؤثری را که ممکن بود در برابر آنها روی دهد نیز از میان برد. در واقع این فتح نهاوند در آن روزگاران پیروزی بزرگی بود، پیروزی قطعی ایمان و عدالت بر ظلم و فساد بود، پیروزی نهایی سادگی و فداکاری بر خودخواهی و تجمل پرستی بود. رفتار ساده اعراب در جنگ‌های قادسیه و جلولا و پیروزی شگفت‌انگیزی که بدان آسانی برای آنها دست داد و به نصرت آسمانی می‌مانست، جنگجویان ایران را در نبرد به تردید می‌انداخت و جای آن نیز بود. این اعراب که به جای خسروان و مرزبانان پرشکوه و جلال ساسانی را می گرفتند، مردم ساده و بی‌پیرایه‌ای بودند که جز جبروت خدا را نمی دیدند. خلیفه آنها که در مدینه می زیست، از آن همه تجمل و تفنن که شاهان جهان را هست هیچ نداشت و مثل همه مردم بود. آنها نیز که از جانب او در شهرها و ولایتهای تسخیر شده به حکومت می نشستند و جای مرزبانان و کنارگان پادشاهان ساسانی بودند، زندگی ساده فقرآلود زاهدانه یا سپاهیانه داشتند. سلمان فارسی که بعدها از جانب عمر به حکومت مدائن رسید، نان جوین می خورد و جامه پشمین می داشت. در مرض موت می گریست که از عقبه آخرت جز سبکباران نگذرند و من با این همه اسباب دنیوی چگونه خواهم گذشت. از اسباب دنیایی نیز جز دواتی و لولعینی نداشت. این مایه سادگی سپاهیانه یا زاهدانه البته شگفت‌انگیز بود و ناچار در دیده مردمی که هزینه تجمل و شکوه امرا و بزرگان ساسانی را با اسرت و رنج و با پرداخت مالیات ها و سخره ها تأمین می کردند، اسلام را ارج و بهای فراوان می داد. در روزگاری که مردم ایران خسروان خیش را تا درجه خدایان می پرستیدند و با آنها از بیم و آزرم رویاروی نمی شدند و اگر نیز به درگاه می رفتند پنام در روی می کشیدند، چنان که در آتشگاه ها رسم بود، عربان ساده دل وحشی طبع با خلیفه پیغمبر خیش که امیر آنان بود در نهایت سادگی سلوک می کردند. خلیفه با آنها در مسجد می نشست و رای می زد و آنها نیز بسا که سخن وی را قطع می کردند و بر وی ایراد می گرفتند
و این شیوه رفتار و اطوار ساده ناچار کسانی را که از احوال و اوضاع حکومت خیش به ستوه بودند بران می داشت که عربان و آیین تازه آنها را به دیده اعجاب و تحسین بنگرند. باری سقوط نهاوند که نسب نامه دولت ساسانیان را ورق به ورق به طوفان فنا داد، بیدادی و تباهی شگفت‌انگیزی را که در آخر عهد ساسانیان بر همه شؤون ملک رخنه کرده بود پایان بخشید و دیوار فروریخته دولت ناپایداری را که موریانه فساد و بیداد آن را سست کرده بود و ضربه های کلنگ حوادث در ارکان آن تزلزل افکنده بود عرضه انهدام کرد. مقاومت های کوچک محلی که از آن پس از فتح نهاوند در شهرها و دیهای ایران گاه گاه در برابر عربان روی داد البته برای مهاجمان گران تمام شد، اما همه این مقاومت ها نتوانست سواران نیزه گذار را از ورود به کشور شهریاران و سرزمین جنگی سواران منع نماید. این مقاومت های محلی غالبا بیش از یک حمله دیوانوار عصبانی نبود. پس از آن سقوط مهیب که دستگاه حکومت و سازمان جامعه ایرانی را در هم فرو ریخت، این اضطراب ها و حرکت ها لازم بود تا بار دیگر احوال اجتماعی قوام یابد و تعادل خود را به دست آورد. ری پس از سقوط نهاوند به دست عربان افتاد. مردم چندین بار با فاتحان صلح کردند و پیمان بستند، اما هر چند گاه که امیر تغییر می‌یافت سر به شورش برمی‌آوردند. مدت‌ها بعد، یعنی در زمان حکومت ابو موسی اشعری بر کوفه بود که وضع ری آرام و قرار یافت. ابو موسی وقتی به اصفهان رسید مسلمانی بر مردم عرضه کرد، نپذیرفتند. از آنها جزیه خواست، قبول کردند و شب صلح افتاد، اما چون روز فراز آمد قدر آشکار کردند و با مسلمانان به جنگ برخاستند تا ابو موسی با آنها جنگ کرد. و این خبر را در باب اهل قم نیز آوردند. در سالهای 28 و 30 هجری تازیان دو دفعه مجبور شدند استخر را فتح کنند. در دفعه دوم مقاومت مردم چندان با رشادت و گستاخی مغرون بود که فاتح عرب را از خشم و کینه دیوانه کرد. نوشتند که چون عبدالله ابن عامر فاتح مزبور از پیمان شکستن مردم استخر آگاه شد و دانست که مردم بر ضد عربان به شورش برخاستند و عامل وی را کشتند، سوگند خورد که چندان بکشد از مردم استخر که خون براند. به استخر آمد و به جنگ بایستاد و خون همگان مباح گردانید و چندان که می کشتند خون نمی رفت تا آب گرم بر خون می ریختند. پس برفت و عدد کشتگان که نامبردار بودند 40,000 کشته بود بیرون از مجهولان. از فارسنامه ابن بلخی. مقاومت‌های مردم دلاور ایران با چنین قساوت و جنایتی در هم شکسته می‌شد، اما این سخت کشی‌ها هرگز نمی‌توانست اراده و روح آن عده معدودی را که در راه دفاع از یار و دیار خیش خون و عمر و زندگی خود را نثار می‌کردند یکسره خفه و تباه کند. از این رو همه جا هر جا که ممکن بود ناراضیان در برابر فاتحان در ایستادند. هر شهر که یک بار اسلام آورده بود و تسلیم شده بود، وقتی ناراضیان در آن شهر دوباره مجال سرکشی می‌یافتند، در شکستن پیمانی که با عربان بسته بودند، دیگر لحظه‌ای تردید و درنگ نمی‌کرد. در تاریخ فتوح اسلام در ایران، مکرر به این گونه صحنه‌ها می‌توان برخورد. در سال 30 هجری، مردم خراسان که قبول اسلام کرده بودند مرتد شدند و عثمان خلیفه مسلمانان
عبدالله ابن عامر و سعید ابن عاص را فرمان داد که آنها را سرکوبی نمایند و برای بار دوم عربان مجبور شدند گرگان و طبرستان و تمیشه را فتح کنند. سیستان در روزگار خلافت عثمان فتح شد، اما وقتی خبر قتل عثمان آنجا رسید مردم گستاخ شدند و کسی را که از جانب عربان بر آنجا حکومت می کرد از سیستان براندند. مرزبان آذربایجان که در اردبیل مقر داشت با عربان سخت جنگید و پس از جنگ‌های خونین با عزیقت ابن الیمان بر 800,000 درم صلح کرد. اما وقتی عمر خلیفه دوم حذیفه را از آذربایجان بازخواند و دیگری را به جای او گماشت، مردم آذربایجان بار دیگر بهانه‌ای برای شورش و سرکشی به دست آوردند. این شورش‌ها و مقاومت‌ها برای بازگشت دولت ساسانیان نبود، برای آن بود که مردم به عربان سر فرو نیاوردند و جزیه سنگین را که بر آنها تحمیل میشد نپذیرند. این پرخاشجویی با عرب نه فقط در کسانی که در شهرهای ایران مانده بودند به شدت وجود داشت، در کسانی نیز که به میان اعراب و در عراق و حجاز بودند مدتها باقی بود. قتل عمر. توطئه قتل عمر که بعضی از ایرانیان ساکن مدینه در آن دستندر کار بودند گواه این دعوی است. ابو لؤلؤ فیروز که 2 سال بعد از فتح نهاوند عمر بر دست او کشته شد از مردم نهاوند بود. نوشتند که او قبل از اسلام به اسارت روم افتاده بود و سپس مسلمانان او را اسیر کرده بودند. این که او را رومی و حبشی و ترسا گفتند نیز ظاهراً از همین جاست و محل تأمل هم هست. به هر حال نوشتند که وقتی اسیران نهاوند را به مدینه بردند ابو لؤلؤ فیروز ایستاده بود و در اسیران می نگرید. کودکان خردسال را که در بین این اسیران بودند دست بر سرهاشان می پسود و می گرید و می گفت عمر جگرم بخورد. نوشتند که این فیروز غلام مغیرت ابن شعبه بود. بلعمی گوید که درودگری کردی و هر روز مغیره را 2 درم دادی. روزی این فیروز سوی عمر آمد و او با مردی نشسته بود. گفت یا عمر، مغیره بر من غله نهاده است و گران است و نتوانم دادن. بفرمای تا کم کند. گفت چند است؟ گفت روزی 2 درم. گفت چه کار دانی؟ گفت درودگری دانم و نقاشم و کندگر و آهنگری نیز توانم. پس عمر گفت چندین کار که تو دانی 2 درم روزی نبسیار بود. چون این شنیدم که تو گویی من آسیا کنم بر باد که گندم آس کند. گفت آری. عمر گفت مرا چون این آسیا باید که سازی. فیروز گفت اگر زنده باشم سازم تو را یک آسیا که همه اهل مشرق و مغرب حدیث آن کنند. و خود برفت. عمر گفت این غلام مرا به کشتن بیم کرد. به ماه ذی‌حجه بود، بامداد سفیددم. عمر به نماز بامداد بیرون شد به مسجد و همه یاران پیغمبر صف کشیده بودند و این فیروز نیز پیش صف اندر نشسته و کاردی حبشی داشت دسته به میان اندر، چنان که تیغ هر دو روی بود و راست و چپ بزند و اهل حبشه چنان دارند. چون عمر پیش صف اندر آمد فیروز او را 6 ضرب بزد از راست و چپ بر بازو و شکم و 1 زخم از آن بزد به زیر ناف. از آن 1 زخم شهید شد و فیروز از میان مردم بیرون جست. در این توطئه قتل عمر چنان که از قرائن برمی آید ظاهرن هرمزان و چند تن از یاران پیغمبر دست داشتند
بلعمی میگوید که چون عثمان به مزیت آمد و مردمان گرد آمدند، نخستین کاری که کرد عبیدالله ابن عمر را بخواند و از همه پسران عمر عبیدالله مهتر بود و آن هرمزان که از اهواز آورده بودند پیش پدرش و مسلمان شده بود، همه با ترسایان نشستی و جهودان و هنوز دلش پاک نبود و این فیروز که عمر را شهید کرد ترسا بود و او هم با هرمزان همدست و غلامی بود از آن سعد ابن ابی وقاص حنیف نام، و هر سه به یک جای نشستند و ابوبکر را پسری بود نامش عبدالرحمن با عبیدالله ابن عمر دوست بود و این کارد که عمر را بدان زدند سلاح حبشه بود و به سه روز پیش از آن که عمر را بکشتند عبیدالله با عبدالرحمن نشسته بود. عبدالرحمن گفت: من امروز سلاحی دیدم بر میان ابو لؤلؤ بسته. عبیدالله گفت: به در هرمزان گذشتم، او نشسته بود و فیروز ترسا غلام مغیرت ابن شعبه و این ترسا غلام سعد ابن ابی وقاص نیز بود و هر سه حدیث همی کردند و چون من بگذشتم برخواستند و آن کارد از کنار فیروز بیفتاد. پس آن روز که فیروز عمر را آن زخم زد و از مزیت بیرون جست و بگریخت، مردی از بنی تمیم او را بگرفت و بکشت و آن کارد بیاورد. عبیدالله آن کارد بگرفت و گفت: من دانم که فیروز این نه به تدبیر خیش کرد، والله که اگر امیرالمؤمنین بدین زخم وفا کند، من خلقی را بکشم که ایشان اندرین همداستان بودند. پس آن روز که عمر وفات یافت، عبیدالله چون از سر گور بازگشت به در هرمزان شد و او را بکشت و به در سعد شد و حنیفه را بکشت. سعد از سرای بیرون آمد و گفت: غلام مرا چرا کشتی؟ عبیدالله گفت: بوی خون امیرالمؤمنین عمر از تو می آید، تو نیز به کشتن نزدیکی. عبیدالله موی داشت تا به کتف، پس چون سعد را به کشتن بیم کرد، سعد ابن ابی وقاص فراز شد و مویش بگرفت و بر زمین زد و شمشیر از دست وی بستد و چاکران را فرمود تا او را به خانه ای کردند تا خلیفه پدید آید که قصاص کند. پس چون عثمان بنشست، نخستین کاری که کرد آن بود عبیدالله عمر را بیرون آورد از خانه سعد و یاران پیغمبر علیه السلام نشسته بودند. گفت: چه بینید و او را چه باید کردن؟ علی گفت: بباید کشتن به خون هرمزان، که هرمزان را بیگناه بکشت و این هرمزان مولای عباس ابن عبدالمطلب بود و قرآن و احکام شریعت آموخته بود و همه بنی هاشم را در خون او سخن بود. پس چون علی عثمان را گفت عبیدالله را بباید کشتن، عمرو ابن عاص گفت: این مرد را پدر کشتند، او را بکشی دشمنان گویند خدای تعالی کشتن اندر میان یاران پیغمبر افکند و خدای تو را از این خصومت دور کرده است که این نه اندر سلطانی تو بود. عثمان گفت: راست گفتی، من این را عفو کردم و دیت هرمزان از خواسته خیش بدهم و از عبیدالله دست باز داشتم. بدین گونه ایرانیان کینه ضربتی را که از دست عمر در قادسی و جلولا و نهاوند دیده بودند در مدینه از او باز ستاندند و نیز در هر شهری که مورد تجاوز و دست برد عربان می گشت، ناراضیان تا آنجا که ممکن بود در می ایستادند و تا وقتی که به کلی از دفاع و مقاومت نومید نشده بودند، در برابر این فاتحان که بر رغم سادگی سپاهیانه رفتاری تند و خشن داشتند، سر تسلیم فرود نمی آوردند.
با این حال وقتی آخرین پادشاه سرگردان بدفرجام ساسانی در مرو به دست یک آسیابان گمنام کشته شد و شاهزادگان و بزرگان ایران پراکنده و بینام و نشان گشتند، رفته رفته آخرین آبها نیز از آسیاب افتاد و مقاومت‌های بی‌نظم و غالباً بی‌نقشه و بی‌نتیجه‌ای هم که در بعضی شهرها از طرف ایرانیان در مقابل عربان می‌شد به تدریج از میان رفت. عربان بر اوضاع مسلط گشتند، اما هیچ چیز مضحک‌تر و شگفت‌انگیزتر و در عین حال ظالمانه تر از رفتار این فاتحان خشن و ساده دل نسبت به مغلوبان نبود. رفتار فاتحان. داستانهایی که در کتابها در این باب نقل کرده اند شگفتنگیز و بسا که مایه حیرت و تأثر می شود. نوشتند که فاتح سیستان عبدالرحمن ابن ثمره سنتی نهاد که راسو و جوج یعنی جوجه تیغی را نباید کشت، اما گویا سوسمارخاران گرسنه چشم از خوردن راسو و جوج نیز نمی توانستند خودداری کنند. در فتح مدائن نیز عربان نمونه هایی از سادگی و کودنی خیش را نشان دادند. گویند شخصی پاره یاقوت یافت در غایت جودت و نفاست و آن را نمی شناخت. دیگری به او رسید که قیمت او می دانست، آن را از او به 1000 درم بخرید. شخصی به حال او واقف گشت، گفت آن یاقوت ارزان فروختی. او گفت اگر بدانستمی که بیش از 1000 عددی هست در بهای آن طلبیدمی. دیگری را زر سرخ به دست آمد، در میان لشکر ندا می کرد صفرا را به بیضا که می خرد، و گمان او آن بود که نقره از زر بهتر است. و همچنین جماعتی از ایشان انبانی پر از کافور یافتند، پنداشتند که نمک است، قدری در دیگ ریختند، طعم تلخ شد و اثر نمک پدید نیامد. خواستند که آن انبان را بریزند. شخصی بدانست که آن کافور است و از ایشان آن را به کرباس پاره‌ای که 2 درم ارزیدی بخرید. اما وحشی طبعی و تندخویی فاتحان وقتی بیشتر معلوم گشت که زمام قدرت را در کشور فتح شده به دست گرفتند. ضمن فرمان روایی و کارگزاری در بلاد مفتوح بود که زبونی و ناتوانی و در عین حال بهانه جویی و درنده‌خویی عربان آشکار گشت. روایت هایی که در این باب در کتاب ها نقل کرده اند تمع‌ورزی و تندخویی این فاتحان را در معامله با مغلوبان نشان می دهد. بسیاری از این داستان ها شاید افسانه هایی بیش نباشد، اما در هر حال رفتار مسخره‌آمیز دیوانوار قومی فاتح اما عاری از تهذیب و تربیت را به خوبی بیان می کند. می نویسند اعرابی را بر ولایتی والی کردند، جهودان را که در آن ناحیه بودند گرد آورد و از آنها درباره مسیح پرسید. گفتند او را کشتیم و به دار زدیم. گفت آیا خونبهای او را نیز پرداختید؟ گفتند نه. گفت به خدا سوگند که از اینجا بیرون نروید تا خونبهای او را بپردازید. ابوالعاج بر حوالی بصره والی بود، مردی را از ترسایان نزد او آوردند. پرسید نام تو چیست؟ مرد گفت بنداد شهر بنداد. گفت 3 نام داری و جزیه 1 تن می پردازی؟ پس فرمان داد تا به زور جزیه 3 تن از او بستاندند. در پانویس و نیز از همین گونه است داستان آن اعرابی که حجاج او را ولایت اصفهان داد و او کسانی را که از ادای خراج تفره می زدند سر برید و سرهاشان در توپه کرد. از این گونه داستان‌ها در کتاب‌های قدیم نمونه‌های بسیار می‌توان یافت. از همه اینها به خوبی برمی‌آید که عرب برای اداره کشوری که گشوده بود تا چه اندازه عاجز بود. با این همه
دیری بر نیامد که مقاومت‌های محلی از میان رفت و عرب با همه ناتوانی و درماندگی که داشت بر اوضاع مسلط گشت و از آن پس محراب‌ها و مناره‌ها جای آتشکده‌ها و پرستشگاه‌ها را گرفت. زبان پهلوی جای خود را به لغت تازی داد. گوش‌هایی که به شنیدن زمزمه‌های مغانه و سرودهای خسروانی انس گرفته بودند، بانگ تکبیر و تنین صدای مؤذن را با حیرت و تأثر تمام شنیدند. کسانی که مدتها از ترانه‌های طرب‌انگیز باربد و نکیسا لذت برده بودند، رفته رفته با بانگ هدا و زنگ شتر مانوس شدند. زندگی پر زرق و برق اما ساکن و آرام مردم از غوغا و هیاهوی بسیار آگنده گشت. به جای باج و برسم و کستی و هوم و زمزمه، نماز و غسل و روزه و زکات و حج به عنوان شعائر دینی رواج یافت. باری مردم ایران جز آنان که به شدت تحت تأثیر تعالیم اسلام واقع گشته بودند، نسبت به عربان با نظر کینه و نفرت می‌نگریستند. اما در آن میان سپاهیان و جنگجویان به این کینه حس تحقیر و کوچک شماری را نیز افزوده بودند. این جماعت عرب را پست ترین مردم می شمردند. عبارت ذیل که در کتابهای تازی از قول خسرو پرویز نقل شده است، نمونه فکر اسواران و جنگجویان ایرانی درباره تازیان محسوب تواند شد. خسرو می گوید اعراب را نه در کار دین هیچ خصلت نیکو یافتم و نه در کار دنیا. آنها را نه صاحب عزم و تدبیر دیدم و نه اهل قوت و قدرت. آنگاه گواه فرومایگی و پستی همت آنان همین بس که آنان با جانوران گزنده و مرغان آواره در جای و مقام برابرند. فرزندان خود را از راه بینوایی و نیازمندی می کشند و یکدیگر را بر اثر گرسنگی و درماندگی می خورند. از خوردنی ها و پوشیدنی ها و لذت ها و کامرانی های این جهان یکسره بی بهره اند. بهترین خوراکی که منعمانشان می توانند به دست آورد گوشت شتر است که بسیاری از درندگان آن را از بیم دچار شدن به بیماری ها و به سبب ناگواری و سنگینی نمی خورند. کسانی که درباره اعراب بدین گونه فکر می کردند طبعا نمی توانستند زیر بار تسلط آنها بروند. سلطه عرب برای آنان هیچ گونه قابل تحمل نبود، خاصه که استیلای عرب بدون غارت و انهدام و کشتار انجام نیافت. در برابر سیل هجوم تازیان شهرها و قلعه های بسیار ویران گشت، خاندان ها و دودمان های زیاد برباد رفت، نعمت ها و اموال توانگران را تاراج کردند و غنائم و انفال نام نهادند. دختران و زنان ایرانی را در بازار مدینه فروختند و سبایا و اسرا خواندند. از پیشوران و برزیگران که دین مسلمانی را نپذیرفتند باج و ساو گران به زور گرفتند و جزیه نام نهادند. همه این کارها را نیز عربان در سایه شمشیر و تازیانه انجام می دادند. هرگز در برابر این کارها هیچ کس آشکارا یارای اعتراض نداشت. حد و رجم و قتل و حرق تنها جوابی بود که عرب خاصه در عهد امویان به هر گونه اعتراضی می‌داد. موالی و بنی امیه. حکومت بنی امیه برای آزادگان و بزرگزادگان ایران قابل تحمل نبود، زیرا بنیاد آن را بر کوچک شماری عجم و برتری عرب نهاده بودند. طبقات پایین‌تر نیز به سختی می‌توانستند آن را تحمل نمایند، زیرا آنها نه از خلیفه و عمال او نواختی و آسایشی دیده بودند و نه تعصبات دینی دیرینه را فراموش کرده بودند. عبث نیست که هر جا شورشی و آشوبی بر ضد دستگاه بنی امیه رخ می‌داد، ایرانی‌ها در آن دخالت داشتند. خشونت و قساوت عرب نسبت به مغلوب شدگان بی اندازه بود. بنی امیه که عصبیت عربی را فراموش نکرده بودند، حکومت خود را بر اصل سیادت عرب نهاده بودند. عرب با خودپسندی کودکانه‌ای که در هر فاتحی هست، با
مسلمانان دیگر را موالی یا بندگان خیش می‌خواند. تحقیر و ناسزایی که در این نام ناروا وجود داشت کافی بود که همواره ایرانیان را نسبت به عرب بدخواه و کینه‌توز نگه دارد. اما قیود و حدود جابرانه‌ای که بر آنها تحمیل می‌شد این کینه و نفرت را موجه می‌کرد. بیداد و فشار دستگاه حکومت سخت مایه نگرانی و نارضایی مردم بود. نظام حکومت اشرافی بنی امیه آزادگان و نژادگان ایران را مانند بندگان درم خرید از تمام حقوق و شؤون مدنی و اجتماعی محروم می‌داشت و بدین گونه تحقیر و همه گونه جور و استبداد با نام موالی پیوسته بود. مولا نمی‌توانست به هیچ کار آبرومند بپردازد. حق نداشت سلاح بسازد و بر اسب بنشیند. اگر یک مولای نژاده ایرانی دختری از بیابان نشینان بینام و نشان عرب را به زن می کرد، یک سخنچین فتنه انگیز کافی بود که با تحریک و سعایت طلاق و فراق را بر زن و تازیانه و زندان را بر مرد تحمیل نماید. حکومت و قضاوت نیز همه جا مخصوص عرب بود و هیچ مولایی به این گونه مناسب و مقامات نمی رسید. حجاج ابن یوسف بر سعید ابن جبیر که از پارساترین و آگاهترین مسلمانان عصر خود بود منت می نهاد که او را با آنکه از موالی است چندی به قضاء کوفه گماشته است. نزد آنها اشتغال به مقامات و مناصب حکومت در خور موالی نبود، زیرا که با اصل سیادت فطری نژاد عرب منافات داشت. اما این ترتیب نمیتوانست دوام داشته باشد، زیرا عرب برای کشورداری و جهانبانی به هیچ وجه ذوق و استعداد و تجربه کافی نداشت.